اطلاعاتی که میخوام بدم برای کشورهای دیگه هم خیلی بهتون کمک میکنه، حتی اگه تو ایران هم هستید. مربی فیتنس و بدنسازی توی کانادا چجوریه، چجوری کار پیدا کنیم، درآمد چجوریه، چجوری مدرک بگیریم، از کجا مدرک بگیریم. حداقل سن برای گذراندن این دوره ها 19 یا 20 بود و من اون موقع هنوز 17 18 سالم بود. شما عزیزای دل، بالاخره امروز اومدم راجبه یه بحثی که خیلی وقت ازم داشتید میپرسید، میخوام باهاتون صحبت کنم و اونم مربیگری تو کانادا و اینکه اصلا چجوری مدرک بگیریم، از کجا مدرک بگیریم. مربی فیتنس و بدنسازی توی کانادا چجوریه، چجوری کار پیدا کنیم، درآمد چجوریه و نه فقط تو کانادا بلکه تو کشورهای دیگه. این اطلاعاتی که میخوام بدم برای کشورهای دیگه هم خیلی بهتون کمک میکنه، حتی اگه تو ایران هم هستید و اگه تو کانادا هستید و میخواهید در آینده مهاجرت کنید که چه بهتر. چون این ویدیو مخصوص شما عزیزای دل. دیگه انقدر سوال زیاد شده گفتم که حتما باید ویدیوشو بگیرم. با لباس کارم هم هستم. بریم سراغ اصل مطلب. اول از همه اینکه خود من یه مقدمه راجع به خودم بگم. اگه این اولین ویدیو هستش که دارید از من میبینید، من ملینا هستم و حدوداً یک سال و نیم هستش که کانادا زندگی میکنم، تو تورنتو هم و تو ایران مدرک مربیگری فیتنس و بدنسازی و تیاریکس، کراسفیت، آمادگی جسمانی و تغذیه ورزشی و حرکات اصلاحی و کلی مدرک‌های متفاوت از ایران گرفتم و خودم هم دیگه بدنسازی کار میکردم و بعدشم که مهاجرت کردم ادامه دادم، اومدم اینجا مدرک گرفتم و توی باشگاه گود لایف تورنتو شروع به کار کردم. حالا اگه نمیدونید، گود لایف یه سری باشگاه‌های زنجیره‌ای هستش توی کانادا که خیلی معروفن، یعنی میشه گفت برند کاناداییه، اصلا جز باشگاه معروف کانادا هستش که الان اونجا کار میکنم توی یکی از شعبه‌هاش که تقریبا نزدیک خونمونه و شاگرد آنلاین هم دارم، هم از ایران هم از تورنتو. این مقدمه راجع به خودم بود و کلا تو کانالم هم راجع به ورزش، تغذیه، سبک زندگی، لایف استایل، بلاگ و کلی از این موضوعات قشنگ براتون ویدیو میذارم و پیج اینستا هم دارم که آیدی همه اینا رو من میذارم، همه لینک ها رو توی زیرنویس ویدیو میذارم که خواستید بعدش میتونید به اینستا و چیزای دیگه و جای دیگه سر بزنید. اولین موضوع این هستش که اصلا چجوری مدرک بگیریم، چیکار کنیم، اصلا از کجا باید شروع کنیم. خب دیگه نمیرم قبل تر از اون که دیگه مثلا چجوری علاقتون رو پیدا کنید. ما به اینجا میرسیم که شما علاقتون رو پیدا کردید، میدونید که علاقه دارید به ورزش و میخواهید مربی بشید و حالا اینکه چیکار باید انجام بدید براش. اگه تو ایران هستید فعلا که خب قطعا باید تو ایران مدرکتون رو بگیرید که من مدرکمو از فدراسیون بدنسازی ایران گرفتم، میشه گفت معتبرتر اینجا هستش برای گرفتن مدرک که لینکش رو میذارم برای کسی که داخل ایران هستن. اگه اشتباه نکنم حداقل سن برای گذراندن این دوره ها 19 یا 20 بود و من اون موقع هنوز 17 18 سالم بود، ولی انقدر علاقه داشتم و ذوق و شوق داشتم که میخواستم زودتر مدرکمو بگیرم. یک کلی بازی من درآوردم اون موقع که سمت شدم و شانس آوردم، چون خیلی داستانش خیلی مفصله که هی رفتم اونجا حضوری، کلی پیام دادم، کلی آشنا پیدا شد، بالاخره فلان که قبول کنن من این دوره ها رو بگذرم، مدرکمو بگیرم، چون عجلم داشتم، می‌خواستم حتما مدرکمو تو ایرانم بگیرم و بعدش بیام کانادا دوباره مدرک اینجا رو بگیرم. که اصلا مجبور نیستید این کارو بکنید به خاطر اینکه anyways در هر صورت شما بخواید تو کانادا یا هر کشور دیگه شروع به کار کنید، مدرک همون کشور رو می‌خواد، کار به ایران نداره. حالا راجع به کشور دیگه خیلی مطمئن نیستم، من کانادا رو که می‌دونم، کانادا کلا سیستم خوش داره، اصلا براش مهم نیست که شما چقدر سابقه کار دارید، چقدر مدرک دارید تو ایران، باید مدرکتون رو اینجا هم بگیرید. آره، واسه همین هی نیایید مثلا بپرسید این مدرک چی، اگه اینجوری باشیم تو ایران چی، اگه اینطوری باشیم کانادا قبول نمیکنه، امکانش خیلی کمه. من این همه دور و برم دارم میبینم، در هر صورت مدرک خود کانادا رو میخواد از یکی از دورهای معتبر. اگه قرار کلا ایران بمونید یا مثلا فعلا ایران هستید، میتونید مدرک دورتون از ایران بگیرید و حالا هزینه دوره ها خیلی زیاد نیستش تو ایران، یه دوره تئوری داره بعد دوره عملی داره که فکر کنم مجموعا جفتش رو بخواید بگذرونید مثلا مدرکتون رو بگیرید 5-6 ماه اگه اشتباه نکنم طول میکشه.
شما این کارو میکنید و خب تا زمانی که تو ایران هستید که دیگه بعد رزومه من تو ایران فقط آنلاین کار میکردم، حضوری تو باشگاه نبودم، حضوری شاگردای خودم رو داشتم ولی زیر نظر یک باشگاه خاصی کار نمیکردم، واسه همین اون حالا سیستم خوشو داره که بعد برید رزومه بدید حالا آشنا داشته باشید و اونجا بخواید شروع به کار کنید یا شروع به کار تو مثلا تو فضای آنلاین کنید و اینا. ما حالا میرسیم به اینجا که شما میخواهید مهاجرت کنید و حالا بعدش اینجا باید چیکار کنید. اول از همه مدرکتونه. حالا درسته که کسی که کلی مدرک پشت سرم با هم دیگه قاب کرده به این معنی نیستش که صرفا تجربهش زیاده یا مثلا مربی خوبی هستش، ولی خب شما برای اینکه شروع به کار کنید توی کشور خارج یا هر کشور دیگه اون مدرک رو میخواید، با عنوان قاب کردن رو دیوار زدن حتی اگه به درتون نخوره مدرک رو بگیرید. مدرک های خیلی متفاوتی هستش توی کانادا و آمریکا و کشورهای دیگه، شما میتونید آنلاین بگذرونید، اما اونی که من گذروندم ISSA بود. ISSA جز مداری که خیلی خیلی معتبره که اصلش مال آمریکا هستش و دورش هم آنلاینه و همه کشورها هم قبولش دارن، مخصوصا آمریکا، و دوره خیلی معتبری هم هست و خیلی دوره خفنی هستش و من تحقیقاتی که کردم، پرسجوهایی که کردم و کلا همه فاکتوری که تو ذهنم داشتم ISSA انتخاب کردم. خیلی دورهای دیگه مثل NCCPT دیگه نمیدونم CanFit Pro دیگه خیلی الان حضور ذهن ندارم، ولی دورهای خیلی زیادی هستش که من راجع به همشون تحقیق کردم، قیمتا رو درآوردم و سطح دشواری مدرکشون. روی سری مدرک ها الکی خیلی سخت میگیرن و پدر آدمو در میارن تا بخوای مدرکو بگیری و خیلی تخصصی ازت سوال میکنن. خب بس دیگه داره، شما خودتون تحقیقتون رو انجام بدید. من دوره که گذروندم ISSA کلش آنلاین بود، اما برای اینکه شما خودتون تجربتون رو بیشتر کنید و بیشتر بدونید میتونید دورهای حضوریش هم بردارید که من خودم حضوری هم رفتم یه سری ورکشاپ ها یه سری کلاس ها برای اینکه تجربه بیشتر بشه، برای اینکه علم و دانش هم بیشتر بشه که بتونم بیشتر به بقیه کمک کنم، ولی دوره اصلی ISSA کلش آنلاینه. خیلی در مورد هزینهش راجبه قیمتش حالا سوال دارن، ممکنه تغییر کنه، من لینکشو دارم، لینک حالا این دوره ISSA و لینکشو با کد تخفیف دارم، واسه همین بخواید براتون توی زیرنویس ویدیو گذاشتم، سر بزنید به سایتش بعدش میتونید دوره هاشو بگذرونید. خیلی دوره متفاوتی داره، فقط مخصوص به فیتنس و بدنسازی نیستش، تغذیه داره، دوره های مثلا لول های مختلف و لول های پیشرفته تر برای بدنسازی و واسه مربیگری داره که میتونید بگذرونید، ولی شما میتونید تغییرات خودتون انجام بدید، یکم از این دوره ها رو برگزینید. خیلی این قضیه مهمه که اون باشگاهی که شما میخواهید برید چه دور مدرکی میخواد. یه سری از باشگاه مسخره بازی در میان، یه سری مدرک های مختلفی رو مثلا یه مدرک های به خصوصی بهش گیر میدن، مثلا گود لایف که من کار میکنم با دوره‌ای که خیلی حال میکنه CanFit Pro هستش. کلا اگه مدرک CanFit Pro داشته باشید خیلی بیشتر اهمیت میده. چرا؟ چون گود لایف باشگاه کاناداییه، برند کاناداییه، CanFit Pro هم مدرک کاناداییه، واسه همین خیلی به هم کانکتن و کلا براش به نفعشونه دیگه، مردم رو هول بدن که برن CanFit بگیرن که بیشتر به CanFit پول بدن، بعد که CanFit رو گرفتن حالا بیان تو گود لایف مربی بشن که دوباره گود لایف رو ببرن بالا، واسه همین به هم کانکتن. اما من کار خودم کردم، دوره خودم گرفتم ISSA و در هر صورت گود لایف من قبول کرد، چون با مصاحبه کرده شد دیدش که خب علم و دانش اون فاکتوری که یه مربی باید داشته باشه رو دارم و خب قبولم کردن. واسه همین اینجوری نیستش که یه مدرک بگیرم دیگه بقیه باشه قبولم نمیکنن، نه، ولی خب اون باشگاهی که حدودا تو ذهنتون هستش رو ایمیل بزنید، تو وبسایتشون برید، حضوری برید بپرسید که چه مدرکی میخوای، ببینید که حالا یه اشتراکی بگیرید، ببینید بیشتر باشگاه کدوم مدرک رو قبول دارن، اما نرید یه دوره خیلی مثلا اصلا یه اسم عجیب و غریب داره که هیچکی تا حالا نشنیده، برید اون دوره رو بگذرونید. مثلا خیلی ها رو من دیدم میرن دوره های مربیگری دانشگاه یورک رو میگذرن، من خودم دانشجوی یورک هم و یورک هم یه سری دوره های مربیگری داره برای فیتنس و بدنسازی، و خب به خاطر اینکه کار اصلی یورک دانشگاهه، یعنی مثلا یه جایی نیستش مرکز مدرک گرفتن و مرکز مثلا ورزش و باشگاه نیستش، دانشگاه اول اسمش هم روشه، و خب قطعا خیلی از باشگاه مدرک یورک رو قبول نمی کنن، واسه همین خب کار ریسکی هستش بخواید این کار بکنید. میتونید این کار بکنید و خب تو خود یورک میتونید مشغول به کار شید، اما درآمد خیلی زیادی نمیتونید داشته باشید و باشگاه خیلی معتبری هم نداره یورک که بخواید اونجا مشغول به کار شید. anyways پس اینو خیلی دقت کنید که قبلش تحقیقات خودتون رو انجام بدید، به باشگاه مختلف رو پرسجو کنید، ایمیل بزنید و از مثلا من یا افراد دیگه صرفا نپرسید، برید تو سایت اصلی خود باشگاه یا حضوری یا ایمیل بزنید یا تلفن زنگ بزنید که شما کدوم مدرک رو قبول میکنید، بعد اشتراک بگیرید، ببینید آقا این باشگاه میگه این، اون باشگاه میگه اون، اکثر باشگاه این مدرک رو قبول دارن، پس
کار آقایان تر اینکه برو بگید. ولی اونجا که من تحقیق کردم ISSA و CANFIE PRO و NCCPT نسم آرایگش رو نکنم، اینا مدرک های خیلی معروفی هستن که تقریبا همه جا قبولشون داره. مثلا دیگه ندیدم جایی که این مدرک رو قبول نکنه. واسه همین خیلی مطمئن تر میشید که این ای کدوم از اینا رو انتخاب کنید که همه جا قبولتون کنه. بعد از اینکه کدوم از این مدرک رو گرفتید، دوره رو گذروندید، مدرک رو گرفتید و اینا، دیگه شروع میکنید به رزومه دادن، جای مختلف رفتن. خب این پروسه خوشو داره که اینجا خب سایت های، حالا من یه ویدیو دیگه کلا راجع به چجوری اینجا کار پیدا کنید و چجوری دانشجو مثلا کار جنرال، کار مثلا عمومی بخوام پیدا کنم برای اینکه کمک هزینه بشه یا حالا هر چیز دیگه، اگه بخواید توی کامنت ها بگید که راجع به اونم ویدیو درست کنم. اما Indeed، LinkedIn و اپ های زیادی هستش که تو گوشیم توی نصب کنید و توش کار پیدا کنید. این کار را انجام میدید و خیلی مهمتر اینه که حضوری هم برید رزومتون رو بدید. آره، حضوری برید رزومتون رو بدید، آنلاین هم اقدام کنید و بعدش خب دیگه قبولتون میکنن. حالا بعد برای مصاحبه و مدرکتون میبرید و این هم مدرک ISSA من هستش که گرفتم. کی بود گرفتم؟ سال پیش میگم اومده بودم کانادا. دقیقاً سه جنوری 2023. آره، یک سال خورده از مدرکم میگذره که اینجا گرفتم و امیدوارم که تو این راه موفق باشید و برید مدرکتون رو بگیرید. میگم جزئیات این داستان زیاد هستش، بازم راجع به چیزای خیلی جزئی تر خواستید بدونید حتما برام کامنت کنید که من تو ویدیوهای آینده راجبش صحبت کنم. اگه جواب سوالتون کوتاه باشه که تو کامنت ها جوابتون رو میدم. خیلی 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 ممنون میشم اگه کانالمو سابسکرایب کنید، ویدیومو لایک کنید، برام کامنت بذارید، اون زنگول نوتیفیکیشن رو بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم متوجه بشید. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، بای.